سلام، من احسان عبدالله هستم. میخوام امروز به شما این آموزش رو بدم که چجوری میکروتیک رو روی ماشین مجازی نصب کنید. ابتدای امر نیاز هست که روتر او اس میکروتیک رو از سایت خود میکروتیک دانلود کنید. برای این کار وارد سایت میکروتیک.com میشید و در تب سافتور و دانلودز ورژن X86 برای کامپیوتر طراحی شده و شما میتونید آخرین ورژنش رو، فایل سی دی ایمیجش رو از این سایت دانلود کنید. حجم حدودی 25 مگ تو این ورژن داره. برای نصب میکروتیک روی ماشین مجازی من از ماشین مجازی VMware استفاده میکنم. وارد VMware میشیم. گزینه Create a New Virtual Machine رو کلیک میکنید، روی Next کلیک میکنید، روی تب Custom باشه حتما. در اینجا نیاز به تغییر گزینه نیست. در گزینه بعدی شما باید فایل ایمیج خودتون رو وارد کنید. فایل ایمیج مورد نظر رو کلیک میکنید و Next رو میزنید. OS میکروتیک کرنلی روی لینوکس هست، برای همین شما OS رو روی لینوکس قرار میدین و ورژن کرنل رو روی لینوکس 3 قرار میدید، کرنل لینوکس. در داخل این گزینه اسم رو وارد میکنید که اسم ماشین مجازی میشه. من میکروتیک رو قرار میدم. Next رو کلیک میکنم. یک پروسسور برای میکروتیک به صورت مجازی کفایت میکنه. 256 مگ کفایت میکنه برای یک میکروتیک. 512ش کنید میتونید 256 هم کفایت میکنه. برای اینکه یک ارتباطی با میکروتیکتون داشته باشید روی گزینه Use Host Only Networking کلیک میکنید و Next رو میزنید. شو نمیخواد همون ریکامندی که هست رو بذارید. توی این قسمت دیسک رو روی ساتا قرار میدید. تو ورژن های قدیمی باید رو آیدی قرار میدادید، ولی این ورژن ساتا هم میخواد. نیکست. توی این قسمت یک گیگ هم زیاد هست برای میکروتیک قرار میدم، چون دیگه من دوشید خود فایل اصلی نیست و از اکسترک هم زیاد لازم نداره. و در اینجا فایل ساخته میشه، ماشین مجازی ساخته شده. روی پاور آن کلیک میکنید که ماشین مجازی ران بشه. شما بهتر ببینید. خب برای اینکه میکروتیک نصب بشه فقط پکیج سیستم کفایت میکنه، ولی شما به صورت ادوانس میتونید فایل های دیگه، پکیج های دیگه میکروتیک هم نصب کنید. معمولا خیلی از این پکیج ها نیاز نیست، مخصوصا برای بحث اینکه شما یادگیری هست شاید یه چند تا پکیج بیشتر لازم نباشه. با دکمه A همه پکیج ها علامت دار میشن و نصب میشن. با دکمه M مجدد برمیگرده به کمترین پکیجی که نیاز هست و پکیج های مورد نظرتون رو با اسپیس انتخاب کنید. از نظر من چیزهایی که نیاز هست اینها هست که آموزش مفید است. دکمه آی رو میزنیم. گزینه اول یس و مجدد یس. اینتر رو بزنیم. کنه. بعد از ریبوت مجدد شروع به لودینگ میکنه. خب برای ورود به میکروتیک یوزرنیم اصلی ادمین هست. پسورد نداره ادمین.
اینجا هم که میخواد لایسنس رو به شما نشون بده. الان گفتش که این ورژن از میکروتیکی که شما نصب کردین یک لایسنس 24 ساعته داره، لول 0 هست و شما میتونید با ریجستر کردن داخل سایت خود میکروتیک این لایسنس رو ارتقا بدید به لول 1. باز هم محدودیت های خاص خودش رو داره، میتونید سرچ کنید یا من در ادامه آموزش بهتون میگم که چه محدودیت هایی داره، ولی برای این که به لول 1 ارتقا بدید نیاز به سافتور آیدی دارید که صفحه درد شده. باید خط بار خود میکروتیک میچیم، ما میاییم روی اینترفیس اتر 1 میکروتیک آی پی حد میکنیم، میسیم آی پی رس و اد ادرس مجدد ادرس وارد میکنیم. و یه اینترفیسی باشه یک اینتر میزنیم و اد میشه. برای اینکه بررسی کنیم ببینیم که درست اد شده از دستور پرینت استفاده میکنیم. ببینید که روی اینترفیس اتر یک آی پی ادرس درج شده. من برای اینکه بررسی کنم مجدد با وین باکس دستگاه متصل میشم. میبینید که یک دستگاه X86 با ورژن 6.45 روی کامپیوتر من هست. من با مک بهش وصل میشم. یوزرنیم ادمین هست، پسورد نداره. دوباره همون بحث لایسنس رو مطرح میکنه که 23 ساعت و 50 دقیقه دیگه من میتونم از این ورژن استفاده کنم، بعد از این اکسپایر میشه. به راحتی متصل شد و شما میتونید استفاده کنید.